32 سال از روزی که این تصاویر ثبت شد می‌گذرد. گردنه چهار زبر در استان کرمانشاه. این گردنه از آن زمان مرصاد نام گرفت، به معنای کمینگاه. کمینگاهی که خیلی ها آن را نقطه پایان تشکیلات نظامی منافقین می‌دانند. گروهک موسوم به منافقین 2 سال قبل از پایان جنگ به آغوش صدام رفته بودند. حتی اونهایی که خیلی اعتقادی به جنگ و دفاع مقدس نداشتن، اینها رو نیروهای خائن به مردم ایران قلمداد می‌کردند. تحلیلگران می‌گویند پذیرش قطعنامه صدام و منافقین را هم به عجله انداخت، هم به اشتباه. تمام نیروهاشون از خارج و از داخل اینا فراخوان داده میشن و با کمک ارتش عراق این حرکتشون رو از چهار محور شروع میکنن. سوم مرداد 67 همه استعداد منافقین، چیزی حدود 5000 نفر، جشن آغاز عملیات را برپا کردند. مسعود رجوی به آنها گفت فردا که حرکت کنید 3 روز بعد شما را در تهران ملاقات میکنم. سالها اونها را با وعد و وعیدهای بسیار رؤیایی در عراق نگه داشته بودند که آینده ایران از آن شما. ناظران میگویند اشتباه محاسباتی منافقین این بود که تصور میکردند هر جا بروند مورد استقبال مردم قرار میگیرند. در خیال خام خودشون مردم رو جزء بدنی خودشون منافقین میدونستن، ولی مردم نظامشون رو دوست داشتن. منافقین اما از مردمی که مطابق میلشان عمل نکردند انتقام گرفتند. شبشون اومدن تو شهر هر کی میدیدن میگرفتن تیبار. رفتم داخل حیاط تو همه شهید، تو راه روا بالای تخت مجنون راتش. در جبهه ایران صیاد شیرازی شب گذشته خود را به کرمانشاه رسانده بود. به من زنگ زده شد که دشمن از محور سرپل ذهاب کرند داره به طرف داخل میاد با سرعت. ستون چند کیلومتری منافقین از اسلام آباد به قصد فتح کرمانشاه به راه میافتند، غافل از اینکه کمی جلوتر کمینگاهی بزرگ در انتظارشان است. به حمدالله تاکتیک بسیار بد نظامی رو انتخاب کردن. اینا چون به صورت ستون می اومدن، الحمدالله هوانیروز اولین تانک و اولین نفربرها رو بر روی جاده منهدم میکنن و برای همیشه تار و پود این ارتش پوشالی که خدمات زیادی به صدام و صدامیان کرده بودن در هم پیچیده میشه. تانک سوخ رسانی ارتش منافقین رو میبینید که به دست رزمندگان پرتوان اسلام افتاده. اسناد موجود میگوید دست کم 2500 نفر از مهاجمان کشته شدند یا خودکشی کردند. یعنی آفتابی که آن روز با رویای فتح تهران طلوع کرد، با کابوس پایان تشکیلات منافقین به غروب رسید. غروبی که حاصل یک اشتباه محاسباتی بود. ایران بارها هشدار داده، امروز هم اگر کسی بخواهد چنین اشتباهاتی را تکرار کند، پایانی خوشتر از منافقین در انتظارش نخواهد بود. صابر چهری، خبرگزاری صدا و سیما، کرمانشاه.